سلام به شما دانش آموزان، با امیدم امید سلمانی هستم و امروز قرار با همدیگه آزمون هفته آبان 12 رشته تجربی رو با هم بررسی بکنیم. آزمون سوالای خوبی داشت، در کل سطح آزمون شاید بگم متوسط رو به بالای بالا بود، یعنی خیلی بالا نبود، سوالات آسونی هم داشت ولی در کورس آزمون میگم رو به بالایی بود و البته که خیلی خوشحالم، واقعا خیلی خوشحالم و یه تشکری اول ویدیوم بکنم از کسانی که تحلیل های من رو دنبال دارن میکنن و ازش نتیجه گرفتن، یعنی از این بابت خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از همراهی شما و واقعا خوشحالم از حجم پیام هایی که بهم دادین که بدون اینکه اصلا از من محصولی تهیه بکنین، بدون اینکه از اصلا کلاسی از من شرکت بکنین، صرفا با تحلیل آزمونام تونستین افزایش درصد داشته باشین و خدا رو شاکریم. دوستان عزیزم، در تست 91 که قرار اولین سوالمون باشه برای تحلیل، سوال گفته که نمودار این تابه به صورت سهمی مقابل از اف آی به اضافه بی به اضافه سی کدام است. خب بعد چی کار بکنیم دوستان؟ کاری که ما باید بکنیم به نمودار نگاه بکنیم و ببینیم که یکی از ریشه های این معادله آلفا مساویه با یک، اما یه دونه سوراخ در منحنی داده که من هم در کانال تلگرامیم و هم در پیج اینستاگراممون سوراخ منحنی رو توضیح دادیم، ولی جاش اینجا نبود واقعیتش رو بخوای. حالا از تساوی توابع طور سوال داده ها، ولی جاش اینجا نبود انصافا، یعنی نقطه توخالی رو توی حد قانونم بررسی میکنیم نه توی مبحث تابه که حالا داده بود. دوستان نقطه توخالی، نقطه سوراخ اینه که این عدد 2 هم باید صورت رو صفر بکنه، همین عدد 2 باید کجا رو صفر بکنه؟ مخرج رو، یعنی هم صورت و هم مخرج رو صفر بکنه. اگر این اتفاق بیفته 2 منهای سی باید صفر بشه و از اینجا سی من میشه عدد 2، اوکی، و 2 باید صورت هم صفر بکنه، یعنی یکی از ریشه های من 2 هم هستش. حالا بهتره اینو بنویسم بتا. خب اگه 1 بخواد صورت رو صفر بکنه، بچه ها 1 به اضافه آی به علاوه بی منهای 4 باید بشه صفر، از اینجا آی به اضافه بی من میشه 3. یا رابطه 2 هم بخوایم بذاریم توش، یه دونه 8 به اضافه 4 آی به اضافه 2 بی منهای 4 برابر با 0 میده، 8 منهای 4ش که میشه 4، بره اون طرف منفی 4، یه تقسیم بر 2 هم بکنم میشه 2 به اضافه بی مساویه با منفی 2، این یه 4 میده، منفی 4 میشه منفی 2. خب بچه به نظر من پایینی رو از بالایی کم بکنید که بشه آ مساویه با منهای 2 منهای 3 میشه منفی 5، از اینجا بی مونم میشه عدد 8، منفی 5 بر اون طرف بیمونم میشه عدد 8. خب اینم از این داستان، حالا سوال چی پرسیده؟ اف آی به علاوه بی به علاوه سی رو خواسته. بچه ها یعنی اف، خب منفی 5 به اضافه 8 میشه 3 به اضافه 2 میشه 5، سوال اف 5 رو پرسیده، یعنی بریم به جای ایکساش 5 بذاریم، خب میشه 5 منهای 2 پایین بالا، 5 به توان 3 125 به علاوه آ ایکس 2، ایکس رو داریم چند میذاریم؟ 5، آمون هم چنده؟ منفی 5، 5 به توان 2 25، تو منفی 5 میشه منفی 125، بیمون چنده؟ بیمون شده بود 8، در ایکس 5 ضرب میشه منهای 4 هم که داریم. بچه اینا با هم دیگه میره 8 5 تا میشه 40، تا منهای 4 میشه 36 سوم که کلا جوابش میشه عدد 12. میشد به جای آ و بی عددش رو بذاری و تقسیم بکنی بر ایکس منهای 2، چون ریشه مشترک صورت و مخرجه، یعنی صورت ایکس منهای 2 داره هم مخرج ایکس منهای 2 داره و با هم برن ساده تر بشه، ولی خب نیازی نبود واقعا این حجمی که تو بذاری برای تقسیمش، هم عددش رو مثال میزدی باحال میشد. تست 92 گفته اگر اف ایکس این باشد، آنگاه دامنه 1 به روی رادیکال ایکس اف ایکس کدام است. خب بچه ها چیکار میکنیم؟ میایین از گزینه ها عدد میذاریم، وقتی که گزینه ها بازه، یعنی آپشن رو به ما میدن که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، مشابه تست 1400 میتونیم از گزینه ها استفاده کنیم، عددی بذاریم که تو برخی از گزینه ها باشه تو برخی ها نباشه. بچه ها مثلا عدد منفی 2 رو قرار میدم میشه 1 به روی رادیکال منفی 2 در اف منفی 2.
خب بچه ها اف منفی دو، اف منفی دو تابع اف رو داریم دیگه، بهش منفی دو بدیم به اون منفی یک میده، پس کلا میشه یک به روی رادیکال، اینجا میشه منفی یک تو منفی دو ضرب میشه، میشه یک به روی رادیکال دو. خب پس گزینه ای درسته که عدد منفی دو رو شامل بشه، چون منفی دو اوکی شد دیگه، نه مخرج رو صرف کرد نه زیر رادیکال رو منفی کرد، پس این دوتا رد میشن. بین این دوتا گزینه میمونیم چون جفتشون منفی دو رو دارن، اینکه آره همه چی داره، اینم که منفی دوش بسته است. خب بچه‌ها تفاوت گزینه 3 و 4 توی عددیه که یک کدوم داشته باشن یک کدوم نداشته باشن دیگه. گزینه 4 تا بی‌نهایت رفته ولی گزینه 3 میگه آر، خب یعنی تا بی‌نهایتشو داره. یه عدد قبل منفی 2 بدیم، مثلا منفی 3 بهش میدم، اگر بهش عدد منفی 3 رو بدیم میشه چی؟ میشه 1 به روی رادیکال منفی 3 در اف منفی 3، میشه 1 به روی رادیکال منفی 3 در، خب اف منفی 3 چه زیر رادیکال چیکار میکنه؟ منفی میکنه. پس اف منفی 3 اصلا خودش تولید نمیشه چون زیر رادیکالش منفی میشه. پس این گزینه هم رد میشه و گزینه 4 گزینه صحیح تستمونه. حل تشریحیش هم بد نبود که حالا بلد باشیم، ولی خب من دیگه چون گزینه داریم تست میذاریم و تحلیل میکنیمش رو با همین فضای تستی بذاریم که از تست رد بشیم. اما بچه‌ای که پکیج رو دارن تو مبحث دامنه تابه راجبش با هم دیگه صحبت کردیم، میتونید نگاه بکنید. تست 93 گفته که اگر جی ایکس این باشه، نامعادله این در بازه آتابه برقرار باشد، حد اکثر بی ام ان های ها کدام است؟ خب بریم بچه چی x رو داده 2 به توان 5 منهای x، چی x2 به x2 به اضافه 1 رو پرسیده، خب میشه 2 به توان به چه xش x2 به اضافه 1 بذاریم، میشه 5 منهای x2 منهای 1 به جای xش x2 به اضافه 1 بذاریم، منفی تو کلش سب میشه، به این صورت میشه به روی g 7x منهای 9 هم میشه 2 به توان 5 منهای 7x به علاوه 9 که باید بزرگ هم مساویه با یک باشه. بچه ها پایه ها برابره، وقتی پایه ها برابره توان ها از هم کم میشه، میشه 2 به توان خب 5 منهای 5 که هیچ میره. یه دونه منفی x2 داریم، یه دونه منفی x2 داریم، پایه داره از هم کم میشه دیگه، یه منفی تو منفی 7x ضرب میشه، میشه مثبت 7x، منهای 1 منهای 9 هم میشه، میشه منفی 10، باید بزرگ کم مساوی با یک باشه. خب چی میگیم از اینجا؟ بچه از اینجا این پایه من اصلاح میکنم، توان من باید بزرگتر از صفر باشه، اگه دو به توان صفر میشه یک، هایی که قرار بزرگ کم مساوی با یک باشه، توان من یعنی منفی x2 به علاوه 7x منهای 10 باید بزرگتر مساوی با چند باشه؟ صفر باشه. خب توی منفی هم ضربش کنیم باحال بشه، میشه x2 منهای 7x به علاوه 10 x2 منهای 7x به علاوه 10 باید کمتر مساوی با 0 باشه. خب این جدول براش بکشیم دیگه بچه، ریشه 2 5 داره چون جمعش باید بشه مثبت 7، s بشه مثبت 7 و پیش بشه 10 دیگه. خب بعد ریشه ها رو به دست میاریم، ریشه ها میشن 2 5، بعد 5 عدد بذاریم مثبت منفی، مثبت میشه. ما بین 2 تا 5 رو میخواییم، بین 2 تا 5 رو میخواییم، تو بی ام ان های آر پلاس 5 منهای 2 هم که میشه 3 گزینه 3. بریم سراغ 94. به به 94 هر کی تحلیل ریاضی ها رو نگاه میکرد که تأکید کرده بودم بچهای تجربی هم ببینند، بچهای تجربی خواهشن تحلیل بچهای رشته ریاضی 12 هم ببینید، به دردتون میخوره واقعا، چقدر تأکید کرده بودم ببینید، این سوال قشنگ اومده بود و میتونست خیلی ساده بزنیدش. گفته با کدام نوع انتقال میتوان این را به تابع x رو تبدیل کرد؟ خب چیکار میکنیم؟ میایم نقطه اساس اینو پیدا میکنیم، نقطه اساس میشه منفی b به روی 2، میشه منفی 4 به روی منفی 2، میشه 2، میشه 2، 2 بدیم به تابع میشه منفی 4 به اضافه 8، منفی 4 به اضافه 8 که میشه 4، منهای 3 میشه 1، چه نمی نویسه میشه 1. خب را به 0 و 0 تبدیل کرد. خب بچه ما میخواییم 2 و 1 رو تبدیل کنیم به 0 و 0، چی کار میکنیم؟ گفته در راستای عمودی 3 واید به سمت پایین، عمودی 3 تا به سمت پایین میشه 2 منفی 2، سپس قرینه نسبت به محور x ها، بچه ها گفتیم نسبت به محور x ها قرینه بشه، گفتیم فکر کنید حفظ نکنید، نسبت به محور x از پایین به بالای، از پایین به بالای این ایگرگش قرینه میشه، میشه 2 2، و در راستای افقی انقباض با ضریب 1 4 یعنی x هاشو توی 1 4 ضرب بکن، میشه 1 2 2 که خب خوب نیستش. گزینه دو میگه در راستای عمودی 1 واید به سمت پایین میشه 2 0، سپس قرینه نسبت به محور x همچنان 2 0،
در راستای افقی دو واحد به سمت چپ، در راستای افقی دو تا به سمت چپ میشه 0 و 0. و واقعا فوق‌العاده است، واقعا تکنیکی که دارم بهت میگم واقعا فوق‌العاده است، یعنی خیلی میترکونه برات، خب که واقعا بلدش باشین که با نقطه حساس بازی بکنیم و سوالو حل بکنیم، واقعا بترکونه. سه رو بریم، در راستای عمودی قرین، بچا این گزینه صحیح تسته به احتمال قوی، در راستای عمودی قرینه نسبت به محور x ها، قرینه نسبت به محور x ها میشه 2 منفی 1، 1 واحد به سمت بالا میشه 2 و 0، در راستای افقی 2 واحد به سمت راست میشه 4 و 0. متاسفانه غلطه. در راستای عمودی نسبت به محور x ها قرینه میکنیم، دوباره میشه 2 منفی 1، سپس 3 واحد به سمت پایین 2 منفی 4، که خب دیگه داره به قهقرا کشیده میشه و گزینه 2 گزینه صحیح تستمونه. دوستان واقعا روش فوق العاده است، یعنی اینکه شما بتونید ببین، تو باید قانونا 3 تا 4 تا گزینه رو انتقال میدادی رسما با اون دقت ها و اون ظرافت های خاص خودش، ولی خب با نقطه حساس واقعا چون رو خود نقطه هم میخوای اعمال کنی خیلی نکته خفن و تکنیک باحالیه. ما سعی کردیم واقعا تو کل پکیجمون بیایم یه روشایی بگیم که برای حجمی از تست ها پاسخگو باشه. این مثلا نکته تستی برای یک تست گفتم واقعا کار منسوخ شده ایه، ما به هیچ عنوان هم این کارو نکردیم. حالا خیلی از عزیزان چون دیدگاهی دارن به ما که میگن فلانی تستی درس میده، واقعا اینجوری نیستش، یعنی واسه هر تست یه دونه روش گفتن خیلی غیر منطقیه و ما هم نکردیم همچین کاری. ما اومدیم یه دسته ای تیپ از سوالات جدا کردیم، تیپ یک، تیپ دو، تیپ فلان، تیپ فلان، کل تیپ ها به این صورت، کل تیپ ها به این صورت، کل تیپ ها به این صورت، یعنی کل سوالات یک تیپ رو به یک روش با هم دیگه حل میکنیم. حالا تستی نیاز داره در کنارش روش تشریحی گفته بشه، بهتون گفتیم مثلا در دامنه ترکیب تابع، مثالی که خیلی واضحه که قطعا هم بچه ها خوندن، این که آقا تو دامنه ترکیب اصلا ما اومدیم از گزینه استفاده کردیم، بعد بچه یه فلش کشیدیم نوشیم اگه نه، یعنی اگه نشد از گزینه استفاده کنیم چیکار کنیم؟ میریم خب دامنه تابع رو درس دادم، تشریحش هم گفتم، یعنی واقعا این چیزیه که بخونی بخونی استفاده بکنی کامل برات اوکی، واقعا نگران چیزی نیازی نیست باشی. بریم سراغ تست 95. تست 95 میگه اگر نمودار تابع fx به صورت روبرو باشد، این تابع fx به صورت روبرو باشد، بفهم این fx، گفته که آنگاه این تابع در کدام باز اکیدن نزولی است، این تابع در کدام باز اکیدن نزولی. خب ببینید بچه ها، شما یه حرکتی میتونید بزنید، میتونید تابع رسم بکنید، رسم تابع هیچ مشکلی نداره. من کجا به بچه هم درس دادم؟ بچه ها توی سوال آخر تبدیل نمودار، اونجایی که گفته بود مساحت تابع کدام است، واسه تو نمودار جدید رو کشیدم، اینم میتونی جدید بکشی. پس آقا یه راه اینه که رسم تابع است، اما بیا من یه حرکتی برات بزنم، یه حرکت خفن برات بزنم. بچه ها اینجا نگاه کنید، x یه بار تو منفی ضرب شده، به این سوال تابع اینو پرسیده دیگه، منفی 3 تا f منفی x منها 1. وقتی x یه بار تو منفی ضرب بشه یعنی تابع برمیگرده، یعنی اینجاهایی که تابع سعودیه، اینجایی که تابع اکیدن سعودیه، تابع fx اکیدن سعودیه، f منفی x اکیدن چیه؟ نزولیه. خب این از این، چون قرینه میشه، چون قرینه میشه نسبت به محور x ها، این اتفاق برش میفته. خب مثلا همین f منفی x رو نگاه بکنی اینجوریه دیگه، واسه مثلا اینجا منفی 3 بعد مثلا اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، ببین اینجا داره اکیدن سعودیه، اینجا اکیدن نزولیه. خب این یه حرف. حالا بعد اگه تو دوباره منفی هم ضرب بشه باز جهت سعودی نزولی چی میشه؟ عوض میشه. پس ببین یه طرفی، اگر این در تابع fx اکیدن سعودیه یه بار تو منفی ضرب بشه، یه بار دیگه تو منفی ضرب بشه، در تابع منفی 3 تا f منفی x منها 1 هم سعودیه، نه در این بازه هم سودیه. حاصل گفته در کنم بازه نزولیه، بیا این بازه رو بگیر، این بازه 2 تا 3، میگم آقا x بین 2 تا 3 در تابع f x من اکیدن نزولیه، پس قطعا بعد این تبدیل نموداره در اون تابع هم چون یه بار تو منفی ضرب شده شده نزولی، دوباره توی منفی ضرب شده میشه سودی. اصلا حالا نزولیه، نزولیه یه بار تو منفی ضرب میشه میشه سودی، یه بار دیگه تو منفی ضرب میشه میشه نزولی. اوکی حالا بیا ببین تو این تابعه کدوم بازه رو نشون میده، تو تابعه منفی x منهای کدوم بازه رو نشون میده، یعنی اینو تبدیل کنم رو این چی میشه؟ بچه یه به اضافه 1 میزنم میشه 3 x 4
بعد منهای یکش میکنم تو تقسیم برای منفی یکش میکنم میشه منفی 4 x منفی 3 میشه گزینه 3. بچه‌هایی که تو کانال با من همراه هستن قطعا میدونن دیگه f منفی x منهای 1 خانومانه اعمال میکنیم. چگونه؟ ببین میخونیمش منفی x منهای 1. حالا خانوما چیکار میکنن؟ لجبازی میکنن، به علاوه 1 تقسیم بر منفی 1 میشه. بریم سراغ تست 96. به به بچه‌ها این تست جزو است دیگه، فقط ساده تر از تست جزو است. واقعا گفته در شکل زیر تابع جی از روی تابع اف ساخته می شود، ضابط جی کدام است؟ خب من میام تابع اف ایکس رو به دست میارم، بچه تابع اف ایکس دامنش میشه ایکس های بین منفی 1 تا 3، قبوله؟ بین منفی 1 تا 3. بعد جی ایکس دامنش چی شده؟ بین منفی 2 تا 2 شده. خب میگه چه بلایی روی اف بیارم که بشه جی؟ چه بلایی سر F بیارم که بشه G؟ خب بچه این که این دو گزینه 1 و 2 خیلی تابلو غلطن، چون رو دامنش رو X هیچ کاری انجام نداده دیگه. گزینه 3 میگه X منهای خانوما لجبازن، X منهای 1 شده، این به اضافه 1 میشه. بچه این به اضافه 1 بشه اینو میده، نه X به علاوه 1، X ها دارن به علاوه 1 میشه، خانوما لجبازن منهای 1 میشه. خب این منهای 1 بشه همین میشه، میشه گزینه 4. آقای سلمانی به منفی 2 پشتش دقت نکردی؟ ببین بچه‌ها برای تبدیل نمودار من به بچه‌ها تو پکیج کلاس گفتم سه تا قدم داریم، دامنه برد، دامنه جهت برد. خب ما اول دامنه‌اش رو چک می‌کنیم که تست رو زدیم، اگر نشه جهتش رو چک می‌کنیم که بچه‌ی خودم اینجا تپس اینجا در رس پس پشتش رو منفی ضرب شده، قدم بعدی برد رو چک می‌کنیم که خیلی تستایی رو واقعا بدون تبدیل نمودار حل می‌کنیم. مثلا ما تبدیل نمودار نمی‌دیم، بچه‌ی خودم میتونم بیان شهادت بدن ما تبدیل نمودار واقعا ندادیم، تو حالا نمی‌دونیم داستانش چجوریه. بریم سراغ این. به 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 بچه‌ی خودم اگه اینو ندیدین، بچه خودم من یه چیز بگم، اگر این سوال رو الان نمیفهمی اف دو منهای سوم سری به ذهنت نمیرسه بعد چیکار کنی؟ برو بشین پکیج رو نگاه کن. این صحبت با بچهای خودم، چون دقیقا تو گزینه یک این تسته بود، تو همین تسته که الان داری میبینی، گزینه یکش یادته چی بود؟ اف دو منهای ایکس دوم بود، گفتم اگر این رو بخوای اعمال کنی باید بشکنی. اینم هم همینه. ببین چی داده، گفته اف منفی ایکس سوم منفی x سوم به علاوه 2 سوم. فهمیدی چی شد؟ اینو بهت داده، اجتماع دامن برد اینو پرسیده. اوکی حواست باشه. گفتیم بچه ها ما از f یه چیزی به f یه چیزی نمیتونیم برسیم، این وسط باید به دامنه f x برسیم. چگونه؟ میایم دامنه f x رو a تا b فرض میکنیم. گفتیم یه جوری به بچه ها درس داریم که قاطی نکنن دیگه. خب اول یه منهای 2 سوم میکنیم، میشه آ منهای 2 سوم تا بی منهای 2 سوم. بعد ایکس ها دارن تقسیم بر منفی 3 میشه، ما ضرب در منفی 3 میکنیم. بچه اگه اینو ضرب در منفی 3ش بکنیم میشه منفی 3 آی به علاوه 2، اینجا میشه منفی 3 آی منفی 3 بی به علاوه. اینجوری میشه. حالا این شده چند تا چند؟ این شده منفی 4 تا 8. بچه از اینجا منفی 3 آ میشه منفی 6 آ میشه 2، منفی اینجا 2 بره اون طرف میشه منفی، میشه منفی 3 بی میشه 6، بی میشه منفی 2، بی میشه. یعنی دامنه تابع اف ایکس شما بوده از منفی 2 تا 2. راه آسون تری هم هست بچه‌ها که حالا من به بچه‌هام گفتم، این بود که یه بار منفی 4 بندازی توش، یه بار 8 بندازی توش. خب بعد دوباره 2 منفی 2 به دست میاد که حالا بچه‌ها خودشون اوکی ان دیگه. ولی این راه کلیشه که آقا تو همیشه مسیر اف ایکس به اف چیز بلد باش. اف ایکس رو تو آ تا بی فرض می‌کنی، بعد اف چیز رو روش اعمال می‌کنی، خود آ و بی رو به دست میاری. یه راه هم دوباره میگم رسیدم به منفی 2 2 اینه که منفی 4 بندازی این تو میشه 4 سوم به اضافه 2 سوم میشه 6 سوم میشه 2، بیا یه بارم 8 بنداز توش میشه منفی 8 سوم به اضافه 2 سوم میشه منفی 6 سوم میشه منفی 2، بیا. ولی حالا هر کدوم که دوست داشتین. خب دامنه f منفی x دوم، بچه دامنه f منفی x دوم چی میشه؟ x ها دارن تقسیم بر منفی 2 میشه، این ضرب در منفی 2 میشه، میشه منفی 4 تا 4. این هم از این. این پس میشه دامنه جدید، دامنه جدید اجتماع دامنه برد خواسته. خب برد چی میشه؟
بچه این منفی F یه چیزی به علاوه یه دوه دیگه، منفی F یه چیزی به علاوه یه دوه. خب چیکار میکنیم؟ میگیم آقا این که بردش معلومه چیه، بردش هیچ تغییر نمیکنه، پس برد خود FX، برد خود FX بین چند تا چنده؟ بین منفی 2 تا 3. خب سوال F منفی یه چیزی به اضافه 2 رو پرسید، اینو تو منفی ضرب میکنم میشه منفی 3 تا 2، تو منفی ضرب بشه میشه منفی 3 تا مثبت 2، به اضافه 2ش میکنم میشه منفی 1 تا 4. منفی 1 تا 4 اول تو منفی ضرب میشه میشه منفی 3 تا 2، بعد به علاوه 2 میشه میشه منفی 1 تا 4. حالا بچه ها بین این دوتا من یه اجتماع میگیرم، یه اجتماع بگیریم میشه بین منفی 4 تا 4، یعنی گزینه 4 گزینه صحیح تستمون میشه در تست 97. بریم سراغ مثال 98 که مثال خیلی قشنگم هست. گفته در نقطه منفی 4 و 1 مرکز تقارن این تابست، فکر کنید نقطه حساسشو داده دیگه، مرکز تقارن اینو پرسیده. خب ما باید چی کار بکنیم؟ ما میگیم آقا ما این وسط گفتیم باید به fx برسیم. چگونه به fx میرسیم؟ میگیم x fx مثلا فرض میکنیم a باشه. خب بعد اینجا چه انتقال هایی انجام شده روی fx؟ بچه ها x دوم منهای 3، خانم ها لجبازن، یعنی اول به اضافه 3 میشه میشه a به علاوه 3، بعد ضرب در 2 میشه میشه 2a به علاوه 6. اگه این اتفاقات روش انجام بشه میشه منفی 4، 2a میشه منفی 10، a میشه منفی 5. اینو بگیر، اینو بگیر. y fx b. خب چه تغییراتی روش انجام داده؟ آقا این حرف گوش کنن، 2fx به اضافه 1 میشه 2b به علاوه 1، این شده چند؟ 1. b میشه چند؟ 0. یعنی نقطه رو خود fx بوده چند و چند؟ منفی 5 و 0. حالا سوال مرکز تقارن این تابعه رو پرسید. خب بچه fx منهای 2 یعنی دوتا بره راست، دوتا بره راست میشه منفی 3 و تو منفی 1 دوم میگیره 1 سب میشه منهای 1 میشه 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 منفی 3 و منفی 1 میشه گزینه 3 گزینه صحیح تست. بریم سراغ تست 99. عجب تست خوبیه، تستی هم هست از تابع درجه 3، واقعا هم جون داره. خب دوستان در سوال 99 سوال گفته نمودار این تابع به صورت مقابل از F داده و یه ترکیبی داده. سوال کاری نداره خیلی. بچه ها دوباره با نقطه حساس بخوایم بریم، نقطه حساس تابع میشه 2 منفی 1. خب یعنی 2 ریشه 2 باید باشه. 2 اگه یادتون باشه من گفتم میشه روش، منفی 1 هم میشه بوش. خب اگه 2 بخواد روش باشه 2 منهای B باید 0 بشه، از اینجا B من میشه 2، و از طرفی اگر به x رو 2 بدیم که خب اون تو 0 میشه، تو A ضرب میشه 0 میشه، یه C میمونه که از اینجا C من هم باید چند باشه بچه ها؟ منفی 1. پس تابع GX من شد A در X منهای 2 به توان 3 به علاوه یه C که منفی 1. بعد سوال گفته عرض از مبدا، عرض از مبدا 3. خب پس باید بریم به جای x‌هاش 0 بذاریم، به جای x‌هاش 0 بذاریم بعد اون 3 بده. 0 ازای میشه منفی 8a منهای 1 بعد 3 بشه، منفی 8a میشه 4، منفی 8a میشه 4، از اینجا آی من میشه منفی 1 دوم. پس تابع جی ایکس من به دست میاد منفی 1 دوم ایکس منها 2 به توان 3 منهای 1. این از این. حاصل گفته جی او اف منفی 3 میشه ام دوم، جی او اف منفی 3 میشه M دوم. خب منفی 3 رو وارد تابع F میکنم، بچه به F منفی 3 بدیم 1 میده، 1 رو وارد G میکنم. G اینجاست که G بهش 1 بدیم چی میشه؟ 1 منهای 2 میشه منفی 1 به توان 3 میرسه، همچنان میشه منفی 1 در 1 دوم، در منفی 1 دوم ضرب میشه میشه 1 دوم منهای 1 که کلهم الاجمعین میشه منفی 1 دوم. پس جواب آخر اینجا میشه منفی 1 دوم، پس این همون منفی 1 دوم بوده، پس از اینجا ام من چقدر میشه؟ میشه منفی 1. ام من میشه منفی 1. حالا سوال گفته اف به اضافه 2 جی منفی ام کدام است؟ خب پس این میشه اف 1 به اضافه 2 تا جی 1. اف 1 همون چنده بچه؟ 5. جی 1 همون چند میشه؟
جی 1 رو فکر کنم اینجا حساب کردیم، اینجا جی 1 رو حساب کردیم به اون منفی 1 دوم داد، پس میشه 2 تا منفی 1 دوم که میشه 5 منهای 1، جوابش کلا میشه 4 گزینه 3. بریم سراغ 100. به به، گفته که جی این باشه، اف این باشه، اف جی و اف هم این باشه، حاصل این کدوم است؟ ببینید بچه ها، من این صحبتی که تو پکیج حالا و کلاس هم با بچه ها کردیم این بود که آقا دقیقا این سوال مشابه تست جزوه بود دیگه. چی گفتیم؟ گفتیم آقا این چون پارامترش زیاده ترجیح هم با عدد گذاری سوالش رو حل نکنید. حتی خب من اینو گذاشتم تو کانال یکی از بچه‌ها، خودم به خودم پیام داد که آقا من اینو با عدد گذاری حل کردم، تو کانالم گذاشتم پیامشو، ولی یه ذره ابتکاری حل کرده بود، یعنی یه جاییش منفی 2 به جای یک ساش گذاشته بود که کوچولو به نظر من ایده‌ای نیستش که به ذهن هر دانش آموزی برسه، ولی خب اون تمرین کرده بود زده بود دیگه، دمش گرم. بریم اینجا، آقا جی او اف ایکس رو به همون داده، پس من میگم جی اف ایکس برابر با، خب من اینجوری گفتم به بچه هم، گفتم آقا هرگاه اف و جی رو پارامتری دادم تشکیل بدین، یعنی اف و جی رو پارامتریش هم با هم تشکیل بدین. خب چی میشه؟ اف رو بذاریم تو تابه جی، رسما با همون پارامترها تشکیل بده. اف رو بذاریم تو تابه جی چی میشه؟ چه آسون میشه؟ سه تا، من برعکسش رو داده بودم، یعنی من این زای سخت‌ترش رو داده بودم، من اون تا به درجه 1 رو بعد می‌ذاشتم تو درجه 2 تو جزومون، اینجا این درجه 2 رو بعد می‌ذاریم تو درجه 1 که واقعا آسونه، میشه 3 تا اف ایکس به علاوه آ، 3 تا اف ایکس به علاوه آ. خب اف ایکس رو 3 ضرب بشه بچا یه 3 ایکس 2 میده، چه آسون شد، منهای 3 تا به ایکس به علاوه 3 تا سی به علاوه آ. ببین من تو جزوم این کارو کرده بودم، من اومده بودم گفته بودم جی رو بذاریم تو تابه اف، یعنی مجبور بودیم توان 1 رو به توان 2 برسونی، یه ذره قشنگ جملات شلوغ پلوغ و قاطی پاتی بشه، ببین یه ذره آسون داده بود دیگه. خب الان جی اف ایکس هم خود سوال بهم داده 3 ایکس 2 به علاوه 6 ایکس منهای 2، اینو خود سوال بهم داده. خب من اینو با این تطبیق میدم بچا، اینجا 3 ایکس 2 دارم، اینجا 3 ایکس 2 دارم، اینجا منفی 3 به ایکس دارم، خب اینجا چی دارم بچه؟ اینجا 6x دارم، پس منفی 3 به من باید با 6 برابر بشه، بی میشه منفی 2، و این باید با این برابر بشه با عدد ثابت، یعنی 3c به اضافه a من میشه منفی 2. بعد سوال 3c به علاوه i به علاوه 2b رو پرسه، خب 3c به اضافه آر خودم به دست آوردم منفی 2، به اضافه 2 تا b، 2 تا منفی 2 تا میشه منفی 4، تا کان جوابش میشه منفی 6. خب آره این آسون بود، این ممکنه هم از واقعا دانش آموزان با عددم حل کرده باشه، این آسون بود، خداییش تست آسونی بود، ممکنه هم هست با عدد حل میشه، این من بودم ولی اف او جی میدادم، بعد میشد مثلا 9x2 اینا یه ذره سخت میشه، من بودم سخت ترش، این یه ذره گلابیه واقعا. بریم سراغ 101، تست قشنگی بود تست 101، گفته که اف ایکس اینه، جی ایکس هم اینه، اگر تا به اف و جی در بازه منفی بی نهایت تا آ نزولی باشد اف کدام است؟ خب آقا داستان اف و جی ایکس اینه که خب یه سری ایکس ها میرن به تابع جی، جی یه چیزی میده به تابع اف، خب قراره این تابع نزولی باشه. بچه من اف های ذره خوشگل بنویسم، اف ضابطش به این صورته، اف ایکس ضابطش به این صورته، تو ایکس های مخالفه با صفره، ایکس رو قدر ایکس، یعنی اگه ایکس مثبت باشه به همون 1 میده، ایکس منفی باشه به همون منفی 1 میده، و اگر ایکس خود صفر هم باشه به همون چند میده؟ به همون 1/2 میده. اوکی؟ خب شکلش هم اگه ببینید، شکلش هم اگه بررسی بکنید که حالا واسه سودی نزولیش، اینجا منفی 1 تو خود صفر 1/2 میده و تو بزرگتر از صفر هم اینجوری میشه، جمع 1. خب سوال گفته در بازه منفی بی نهایت تا آ نزولیه، بچه ها اگر خود اف رو میخواستیم بررسی بکنید میشد منفی بی نهایت تا صفر دیگه، پس اگر تابع جی قراره به تابع اف عددی بدهد، از منفی بی نهایت بدهد تا جایی که جی به اف صفر میدهد،
میدونین چرا میگم جی به اف صفر میدهد؟ به این خاطر که اگر جی به اف مثلا یک بدهد، یعنی تا اینجاها نگاه میکنه و از اینجا به اینجا تابه صعود کرده، ولی چون گفته نزولی، من میتونم این تیکه ثابت هم نزولی انتخاب بکنم دیگه. میدونین که خط ثابت نزولی هم محسوب میشه. خب پس تابه جی کجاها صفر میده؟ یعنی x2 منهای 5 x به علاوه 6 کجاها صفر میشه؟ خب یه ریشش میشه 2، یه ریشش هم میشه 3. یعنی اگر ما به تابه 2 بدهیم و به تابه 3 بدهیم، تابه جی به اف صفر میده. حالا یه مسئله به وجود میاد، 2 بدیم یا 3 بدیم؟ چرا میگم 2 بدیم یا 3 بدیم؟ چون 2.5 بدیم نمیدونیم چه اتفاقی میفته. اگه 2.5 بدیم تابه مثبت بشه، تابه فکر کن 2.5 دادیم تابه مثبت داده، از منفی بی نهایت تا 2 نزولی تیکه تیکه ثابت نزولی میشه. بعد بین 2 تا 3 که 2.5 مثلا فکر کن چه میدونم یه عدد مثبت بده، مثبت بدیم به تابه اف میپره بالا. میبینی از این پایین منفی 1 میپره بالا، اتفاقات بعدی میفته دیگه. خب چیکار کنیم؟ یا حالا میگم ببین من یه چیز بگم، چون من گفتم این حواستون باشه تابه باید ثابت بشه، یعنی تا صفر باشه. خب حالا یه لحظه اینجا رو ببین بچه ها، اگه بین 2 تا 3 به تابه عدد بدیم، مثلا 2.5 بدیم، چون 2 و 3 ریشن، بعد 3 عدد بدیم اینجا مثبت مثبت، اینجا منفی میشه. خب بین 2 تا 3 هم تابه چی داده بچه ها بهمون؟ مثبت منفی داده. ببین قبل 2 تابه چی میده؟ مثبت. یعنی تو اگه از منفی بی‌نهایت تا 2 به تابه عدد بدی، این یه چیز مثبت میده به تابه اف، که تابه اف تابه ثابت ایگرگ مساوی با چند؟ 1. پس تابه تا الان نزولیه. چرا؟ چون ثابته، 1 نزولیه کامل. بعد اگر بین 2 تا 3 به تابه بدی، تابه جی منفی میده. منفی بدی به تابه اف، به تابه اف منفی بدی، بهت ایگرگ چند میده؟ منفی 1 میده. یعنی از 1 به منفی 1 هم بازم چیکار کردی؟ نزول کردی. یعنی پس 2 تا 3 اوکی. حالا اگه 3 تا بی نهایت بدیم چی؟ 3 تا بی نهایت میدیم به تابه جی، تابه جی بهمون مثبت میده، مثبتو میدیم به این ایگرگ مساوی با 1 میده. اینو دیگه نمیخوام. چرا؟ چون از منفی 1 به 1 داری چیکار میکنی؟ صعود میکنی دیگه. تا بعد میشه صعودی، از حالت اون ثابت و یا نزولی خارج میشه. ببین در بازه منفی بی نهایت تا 2 ثابت 1، خب نزولی هم میتونیم بگیم، هم صعودی هم نزولی، نزولی میتونیم بگیم. در بازه 2 تا 3 میاد پایین، میشه منفی 1، پس نزولیه کلا دیگه، از هم صعودی هم نزولی در اومد، کلا شد نزولی. ولی دیگه بعدش میره بالا، پس کلا میشه تا 3. ببین تو تست 102 که تست قشنگی هم بود، گفته نمودار اف ایکس و جی اف جی ایکس به این صورت، اف 1 کدام است؟ بچا من اول ضابط های اف و جی رو که نمیخواد بنویسم. بچا یه راه اینه که بیاین معادل خط اینو بنویسید، که حالا کاری هم نداره دیگه، چه فازی هستن. ایگرگ مساوی میشه با، به شار بدیم 8 میده، میشه 2 ایکس. تو 0 0 میده، تو 4 هم 8 میده دیگه. این ضابطه جی ایکس. ضابطه اف جی ایکس هم، اف جی ایکس هم سهمیه دیگه بچا، سهمی که یه ریشش 0 و 2 میشه x2 منهای 4x در یه ضریبی. خب x2 منهای 2x، اسخای میکنم، x2 منهای 2x در یه ضریبی. ضریبه رو چجوری پیدا میکنیم بچا؟ بهش 4 بدیم باید 8 بده، 4 بدیم باید 8 بده، میشه 16 منهای 8. اتفاقا 8 هم میده، پس ما نیازی نیست تو چیزی ضرب بکنیم. پس اف او جی ایکس مون هم کلان شد. یعنی یه ذره حتی خوب بود که ضریبی نداشت، چون و واقعا هم نامردیه کوچولو. من پس درجه 2 که نیستش، درجه 2 آزمون بعدیشه، این معادلات گویاگون. که حالا در هر صورت خوبه که، از یه جهت خوبه که ترکیبه، از یه جهت هم اینه که خوبه که به بچه‌ها بگیم که می‌خوایم ترکیبی بگیم، چون بچه میره تابه میخونه درجه 2 نمیخونه، بعد میاد یهو میگه آقا من بعد چیکار کنم. خب تو برنامه‌ای که من برای بچه‌ها توی کانال وی آی پی گذاشته بودم، گفته بودم درجه 2 معادل نامعادل معادلات گویاگون بخونید بچه‌های عزیزم، گفته بودم بخونید اینو. حالا در صورت اف 1 کدام است؟ دور اف یک گردالی می‌کشیم، گفته اف 1 کدام است، پس جی باید 1 بده. جی رو اگه 1 بذاریم اینجا ایکس هم میشه 1/2، پس اینجا بوده 1/2، پس به جای ایکس اینجا 1/2 بذاریم میشه 1/4 منهای 1، میشه منفی 3/4، پس این ته میشه منفی 3 به 4 گزینه 3. بریم تست 103. کلا این سوالایی که یه تابه رو میده ترکیب میده، یه تابه دیگر رو میپرس، خیلی تکنیک خفنیه اینی که ما با هم میزنیم. چون
تدریس رایگان ها من فکر کنم براتون گذاشتم، اون سه قسمت چهار قسمت ترکیب تابه تو تدریس رایگان گذاشتم، خیلی چیز خفنی هم هست واقعا. اف و داده جی و اف و داده جی رو پرسیده. خب میگیم جی او اف ایکس برابر با دو ایکس منهای یک. چی کار میکنیم؟ دور تابه جی دایره میکشیم، بعد بریم یه مثال بزنیم. مثلا اینجا صفر میذارم، اینجا صفر بذاریم میشه منفی یک، اینجا میشه منفی یک. صفر میدم به تابه اف، به تابه اف صفر بدیم صفر میده، صفر رو میدم به جی، پس به تابه جی صفر بدهیم به همان منفی یک میدهد. خب بچه سوال حاصل چیه؟ دو ایکس به علاوه یک رو پرسیده بود. خب ما چیه چند رو داریم؟ صفر. این همه تأکید کردم که مبحث تعیین ضابطه رو در کنار ترکیب تابه بخونید، به همین خاطر عزیزان به جای x ها منفی یک دوم میذارم. اگر منفی یک دوم بذاریم میشه g صفر که برابر میشه با منفی یک. گزینه درسته که منفی یک دوم بدیم منفی یک بگیریم. بچه ها به این منفی یک دوم بدیم میشه منفی یک برو منفی سه دوم، که نمیده منفی یک. این که این آسون تره، بریم به این منفی یک، ببین به تو به جای x هاش منفی یک دوم گذاشتیم، میشه منفی پنج دوم به علاوه دو بروی منفی یک دوم به علاوه یک. بالا میشه منفی یک دوم، پایین چرا میشه یه دوم، میشه منفی یک، خود خودشه گزینه یه دو. بریم سراغ تست 104. تست 104 هم تست جونداری بود واقعا، و بچه های خودم یه کوچولو دقت میکردیم به گزینه ها، میتونستین تست رو بزنید. ببینیم اف ایکس رو به ام داده، اف و جی هم داده، گفته تابع جی ایکس با کدام انتقال از تابع این ساخته میشود. یعنی اول این تابعه بوده بچه ها، اول این بوده، اینو میخواستیم بکنیم این، یعنی کدوم گزینه است که روی این اعمال بشه، بشه این. اوکی، حالا با هم صحبت میکنیم. بریم ببینیم که اینجا چه تابعی نداریم، جی رو نداریم. دور چی دایره میکشیم، مثلا بهش صفر میدیم. بچه به جای ایکس صفر بذاریم، اینجا هم صفر بذاریم، این ته میشه صفر. صفر رو میدم به تابع جی، ندارم، یه چیزی میده به تابع اف، اف هم صفر میده. اف و صفر بذارم از یه ایکس فاکتور بگیری، اینجا میشه صفر دیگه. از قسم صفر دادم که این تابع گنده برابر با صفر بشه. خب پس بچه ها تابع جی ایکس من تابعی است که بهش صفر بدهیم به همان چند میدهد؟ صفر میدهد. خب حالا ببین گزینه ای درسته که رو فرج سه ایکس و منهای نو اعمال بشه، بشه جی ایکس. یه راه اینه که تک تک گزینه ها رو رو اون ایکس دو منهای فرج سه و ایکس دو منهای نوه اعمال بکنی، بعد بشه جی. خب بعد گزینه درسته که بهش صفر بدیم به اون صفر بده. مثلا این گزینه رو نگاه کن، گفته یک واحد به سمت راست، دو واحد بالا، میشه فرجه سومه ایکس منهای یک به توان دو خانم لجبازم منهای نوکزی رادیکال بیرون به اضافه دو. الان به این صفر بده، بچه به این صفر بدیم میشه فرجه سومه منفی هشت به علاوه دو که صفر میشه، که خب همین گزینه گزینه صحیح تستمونه. بقیه گزینه هم میتونی چک بکنیم ببینیم همچه اتفاقی نمیفته. ولی یه حرکت دیگه هم هست. آقا اینجا رو ببین، گزینه ها از آبی به قرمز هن دیگه. خب تو بیا برعکسش کن، از قرمز به آبی. یعنی مثلا گزینه یک گفته یک واحد به سمت چپ، دو واحد. خب اینو داریم برعکس اعمال میکنیم دیگه، این راست این بالا. خب اگه صفر و صفر یه واحد راست بره میشه یک و صفر، دو واحد بالا بره میشه یک و دو. خب این یک و دو پس باید روی این صدق بکنه. الان به این یک بدیم بهمون دو نمیده، رد میشه. یک واحد به سمت راست، اینو بکن چپ، اینو بکن پایین. خب صفر یه واحد بره به سمت چپ میشه منفی یک، دو تا بیاد پایین میشه منفی دو. آیا به این منفی یک بدیم به اون منفی دو میده، میشه فرجه سوم یک منهای نه، یک منهای نه میشه منفی هشت، فرجه سوم منفی هشت میشه منفی دو، میشه گزینه دو. پس هر کدوم که دیگه دوست داشتین دیگه، چون آپشن گزینه رو داریم میتونیم از گزینه ها سوالمون رو حل بکنیم. بریم سراغ تست 105. گفته اگر اف ایکس این باشد مجموع ریشه اف اف ایکس مساوی با سه کدام است؟ بچهای خودم توی مبحث ترکیبی، یعنی ترکیب معکوس تابه و ترکیب تابه، مشابه این سوال رو براتون گذاشتم و نکتهش رو گفتم. گفتم وقتی میگه اف اف ایکس با سه برابر بشه، به اینا نگاه نکنید. چرا به اینا نگاه نکنید؟ چون اینا ورودی هن. سوال گفته ورودیاش بزرگ از ورودیاش کوچیک از اصلا ربطی نداره. اف اف ایکس برابر با سه شده، یعنی اینکه شما باید بیاین دوتا ضابطه‌هاشو با سه برابر بذارین. یعنی اینجا سه بوده. خب یا اف با 3 برابر بذار، یعنی یه بار بگو 2x منهای 5 با 3 x میشه 4. فقط چک کن که آیا 4 بزرگتر از 2 هست؟ بله. پس یه دونه اینجا 4 میشه. یه بار ثابت پایین رو با 3 برابر میذارم، یعنی قدر مطلق x منهای 1 با 3 برابر میشه،
ایکسمون یا میشه 4 یا ایکسمون میشه منفی 2. چک کن. سوال گفته تو به شرط ایکس های کوچیک‌تر از 2 تو این ضابطه ای. خب 4 خوب نیست دیگه. پس یه دونه اینجا میشه منفی 2. اینا ایتون باشه گفته بودیم دو جنسن، یعنی یا داره به اف وارد میشه یا از این اف داره خارج میشه. پس یه بار میام دو تا ضابطه هاشو یه بار با 4 یه بارم با منفی 2 برابر میذارم. بچه‌ها 2 ایکس منهای 5، 2 ایکس منهای 5 اگر بخواد 4 بده ایکس من میشه 9 دوم که با توجه به این شرط هم میخوره. 2 ایکس منهای 5 من بخواد منفی 2 بده 2 ایکس من میشه 3، ایکس من میشه 3 دوم که با توجه به شرط من نمیخوره. پس این چی؟ این کنسله. خب 2 ایکس منهای 5 منفی 2 هم که نوشتم، قدر ایکس منهای 1 بخواد 4 بده از اینجا ایکس منهای یهو ایکس رو بنویسم دیگه، ایکس اون میشه 5 و ایکس اون میشه منفی 3. با توجه به اینکه سوال گفته ایکس ها کمتر از 2 هن، 5 قابل قبول نیست، فقط منفی 3 قابل قبوله. اگر قدر ایکس منهای 1 من بخواد منفی 2 بده که نمیشه، اصلا قدر اونطاق منفی میده، این هم نمیشه. پس کنن یه دونه منفی 3 شد، یه دونه 9 دوم شد. این جواب این ته و سوال میپرسا، منظور از ایکس ها جواب معادله اینجا حواستون باشه. منفی 3 به اضافه 4 و نیم میشه 1 و نیم، میشه گزینه 1، گزینه صحیح تست. تست 106 رو بریم. گفته نمودار تابع اف ایکس به این صورته، سه واحد به سمت راست بردیم، پس اف ایکس برابر میشه با 2 تا رادیکال. بچه‌ها خانم لجوزن یا حرف گوش کن لجوزن، گفته سه واحد به سمت راست منهای 3 میشه، یعنی میشه x به اضافه 3 منهای 3 منهای 1. دو واحد به سمت پایین منتقل میکنیم، این منهای 2 هم میشه دیگه. پس کلا f x من g x من دیگه، چون گفته تا به جایدار g x بینیم، میشه 2 تا رادیکال x منهای 3. گفته دامنه g و f x را به دست آورید، دامنه g و f x را به دست آورید. خب بچه دامنه g و f چی میشه؟ دامنه g و f x. خب همونجوری که بهتون توی مبحث دامنه گفتم، بهتون فای رایگانم هم گفتم، آه فای رایگانم هم نگاه میکردی میتونستی حلش بکنی. ایکس ها داره به اف میره، پس بعد عضو دامنه تا به اف باشه، میشه ایکس های بزرگ همسایه با منفی 3. بعد اف داره به جی میره، خب اف رو بدیم به تابع جی، میشه 2 تا رادیکال اف منهای 3. پس بعد اف بزرگتر مساویه با 0 باشه. اوکی؟ ایکس اگه بخواد اف بخواد بزرگ همسایه با 0 باشه، یعنی 2 تا رادیکال ایکس به علاوه 3 باید بزرگ همسایه با 1 باشه، از اینجا ایکس به اضافه 3 باید بزرگ همسایه با 1 چهارم باشه، از اینجا ایکس باید بزرگ هم مساویه با 1 چهارم منهای 3، 1 چهارم منهای 12 چهارم میشه منفی 11 چهارم. کلا اینجوری میشه. حالا بعد اشتراک این دوتا جا رو بگیریم دیگه بچه‌ها. اشتراک این دوتا جا چی میشه؟ این میگه بزرگتر از منفی 3، ایکس بزرگتر مساوی با منفی 11 چهارم. بچه ها بزرگتر مساوی با منفی 11 چهارم چی میشه؟ منفی 11 چهارم 2 خورده یا 3 خورده یه؟ منفی 2 خورده یه، یعنی اینجوری میشه، منفی 2 خورده یه میبالا اینجوری. خب سوال گفته شامل چند عدد صحیح مثبت، شامل چند عدد صحیح نامثبت است. نامثبت یعنی منفی و صفر. منفی 2 رو هست، منفی 1 هم هست، صفر هم هست، چون گفته صحیح نامثبت. نامثبت صفر رو شامل میشه، اگه میگفت منفی فقط منفی 2 و منفی 1 میشد. پس کلا 3 تا عدد دیگه، گزینه 1 گزینه صحیح این تستمون میشه. بریم سراغ تست 107 و 110 و 108، سه تا سوال آخرمون. بچه بزنید 108 رو حل کنم، چون 107 و 110 واقعا خیلی سوال مسخره اعصاب خرد کنی بودن. 108 رو بریم اول. سوال میگه با توجه به نمودار دو تابع fx و gx چند عدد صحیح در دامن تعریف f و g وجود دارد؟ خب ببینید بچه ها، تو f و g x ما میگیم ایکس ها وارد تابع جی میشن، یعنی باید عضو دامن تابع جی باشن، پس میشه از منفی 4 تا بی نهایت. بعد جی وارد اف میشه، یعنی باید جی عضو دامنه تابع اف باشه. دامنه تابع اف از منفی 2 بازه تا 1 بسته، پس جی باید از منفی 2 باشد تا 1. خب بچه تابع جی کی بین منفی 2 تا 1؟ بین منفی 2 باید باشه تا 1. خب
دوستان تابع جی زمانی بین منفی 2 تا 1 از بین منفی 4 شروع میشه، تو منفی 4 صفر میده، این بینه میاد تا خود صفر، تو صفر منفی 2 میده که صفر رو نمیخوام داشته باشه دیگه، پس به جز صفر، چون تابع جی توی صفر دقیقا منفی 2 میده که تابع اف نمیده دیگه، حواستون باشه به جز صفر. بچه خودم یادتونه تابع فکر کنم افتون باید بین یک با جیتون بین یک باز تا مثلا 4 باش، تا 3 بود فکر کنم که بعد چون دوتا نقطه میدادم من اونا رو تو خالی گذاشتم، اگه حواستون باشه میشه بین منفی 4 تا جی که 1 میده، جی که 1 میده که ایگرگش 1 میشه. بچه یه راه اینه که معادل خطش رو بنویسین برابر با 1 بذارین، که دوتا نقطه دارین 2 و 1 میتونی معادل خط بنویسین، پس ما معادل خط نوشتن که بلدین، بلدم نیستین بریم پاسخ نامه‌شو بخونین. من یه حرف بالتر بزنم، اینجا هر یکی x دوتا ایگرگ میره بالا، هر یکی x دوتا ایگرگ میره بالا، قبوله؟ حالا میخوام ایگرگ یکی بره بالا، اگه ایگرگ هم یکی بره بالا ایکس هم یه دوم زیاد میشه، یعنی اینجا میشه 3/2، یکی به علاوه یه دوم، یعنی هر یه دونه ایگرگ یه دونه ایکس زیاد میکنه. تو خود شک اگه دقت بکنی ایگرگ دوتا رفته بالا، ایکس یه دونه رفته، حالا اگه بخوام ایگرگ یه دونه بره بالا ایکس 1/2 میره، تکنیک باحالیه کلا. پس میشه از منفی 4 تا، بچا اینجا میشه تا 3/2، بعد اگر یه اشتراک بین اینا بگیریم میشه بازه منفی 4 تا 3/2 بسته به جز صفری که کار خرابی میکنه. سوال گفته چند عدد صحیح در دامنه قرار دارد؟ یه دونه منفی 4، یه دونه منفی 3، یه دونه منفی 2، یه دونه منفی 1، صفر که نیست، یه دونه یک هم هست، کلاً 5 تا عدد میشه. اینم گزینه 1. اینم 108. اما 107 و 110 تست خیلی مسخره ایان. آقا 107 تو میخواستی سوال تابه گلدونی آبشاری هر دردی که بدی چه فازیه؟ البته یه موضوعی من خوشحالم که آقا من اینو عیناً درس دادم، گفتم آقا شما تست برد ندارین مگر آنکه سر رو بدی ته رو بدی، همین من اینو با تو صحبت کردم. ببین الان قدر x به اضافه منهای قدر x منهای x به اضافه 2 اینو پیدا کن، این بهش صفر بدی بهت منفی 2 میده، بهش صفر بدی بهت منفی 2 میده، بهش منفی 2 بدی بهت 2 میده، اینجاست، اینش اینجوری میشه، اینش هم اینجوری، بعد مثلا بعد صفر عدد بدی یک بدی بهت منفی 2 میده، اینجوری میشه، اینا قبلش اینجوری میشه. یعنی برد این تابه خود این تابه بین منفی 2 تا 2، خب پس برد این تابه سر رو بهش میدی میشه 2 به توان منفی 2، ته رو میدی میشه 2 به توان 2، میشه 1/4 تا 4. ولی آقا من این موضوعی بهت بگم، یه کنکور رشته ریاضی یه بار همچین کاری کرد، اونم با تابع مثلثاتی، تو چرا باید واسه کنکور بچه تجربی، کنکور آزمایشی بچه تجربی همچین کاری بکنی؟ این تست رو این کار کرد، تست 110 هم که گذاشتم دقیقا این کار کرد، تا بچه های کنکور ریاضی یه سوال آشغال بهشون دادن، یعنی یه اشتباهی کنکور میکنه، آیا همچین شما نباید پا به پای اون پیش بری عزیز دل من؟ چه فازیه؟ براکت یک من این یه بار 1400 و سوال بچه رشته ریاضی بود اونم، خب اگر سنجش سلام میدونست خودش واسه تجربی هم میداد، اون که داده اون که خرابکاریشو کرده، خب اینم برمیداش میداد دیگه. چه فازی براکت ایکس مضرب 3 باشد براکت ایکس مضرب 3 نباشد، فاز دقیقا از دادن این سوال چیه؟ تو من بگو عزیزم، من باهات صحبت میکنم، فکر کنیم یه ذره، یعنی نمیدونم، حتی سال بعدی همین بیاد تست کنکور بازم شما باید مخالفت بکنی که چه فازیه، کجای کتاب درسی من همچین مرزبندی گذاشته؟ تهش بخوای بهتر کنی تو مرز باید قدر مطلق x بزرگتر از 1 بذاری، چون اونم تو کتاب درسی هست، ولی براکتی که کلن یه صفحه پشت رو تو کتاب درسی مطرح شده تو کنکور توی کتاب بچه های 11 تجربی یه صفحه از پشت رو بررسی شده، کل براکت اونه، بعد تو میای توی ترکیب تابعی که تو کتاب درسی تهش اف او اف بررسی شده میای همچین چیزی میدی، کنکورش هم بده اشتباه کرده که داده، کنکورش هم که تو رشته ریاضی داده اونم اشتباه کرده که داده، تو چرا میای تو بچه تجربی اونم کنکور آزمایشی تو بحث تابع سوال میدی؟ چیو میخوای ثابت کنی؟ باریکالله نکنید به نظر من واقعا،
چون میدونی با این حرکت، حرکتی که بعد کنکور واسه بچه‌ها ایجاد کردین، الان هم دارین واسه بچه‌ها ایجاد میکنید. یک، استرس. دو، عدم اعتماد به کتاب درسی، عدم اعتماد به منابع. نکنید به نظر من این کارو، با بچه‌ها بازی نکنید. اگر کسی سر جلسه کنکور ریاضی اون تست رو نمیزد، نمیباخت واقعا، چون تستی بود که خیلی هم نزدنش، تست زمانگیری بود. شما نباید جا پای جای اونا بذاری به نظر من. یا لااقل میخواین جا پای جای اونا بذاری، این کاری کنید تقلب نشه تو آزموناتون، که یکی نیاد اینو شب قبلش داشته باشه بده، یکی حل بکنه، دوتا حل بکنن، بعد بره سر آزمون بزنه، بعد یکی نتونه بزنه بگه آقا نصفی ها زدم، من چرا نزدم. اوکی، حواستون باشه. سوال گفته کدام یک با تابع F برابر است؟ آقا اینو با عدد میتونیم حلش بکنیم، یعنی با مثال زدن عدد میتونیم سوالش رو با هم دیگه حل بکنیم. چون من فکر کنم یعنی سر نیم ساعت قطع میشه، یه اصلا بزنیم من ویدیو رو پاز کنم بعد دوباره ادامهش رو بریم با هم. بچه ها من تابع F رو برای شناسایی مثلا بهش یه چند تا عدد میدم. ببینید مثلا ورودی صفر میدیم، خب براکت صفر رو بعد صفر چک بکنیم، براکت صفر میشه صفر، آیا صفر مذهب سه هست؟ نیست. خب پس میشه ضابطه پایین منفی یک. بهش یک بدیم، براکت یک دوباره میشه مذهب سه نیست، دوباره منفی یک میده. دو هم براکتش دوباره میشه بچه یک میشه یک، هم اگه گفتم صفرش رو گفتم، یک میشه مذهب سه نیست، دو هم مذهب سه نیست، دوباره به اون مثبت یک میده. یک هم دادیم صفر داد، من بخوام این اشتباه کنم. دو بدیم یک میده، سه بدیم ولی میره ضابطه بالا دیگه، مثلا سه بدیم میشه سه مذهب سه به اون پنج میده. حالا اینو داشته باش، گزینه ای درسته که با تابع F برابر باشه، یعنی مثلا من تو گزینه صفر میذارم، خب گزینه ای درسته که بهش صفر بدم به منفی یک بده. گزینه یک رو نگاه کن بچه، چون میاد پشت سر من، من بالا گزینه یک رو چک میکنم. گزینه یک F و F صفره، خب اگر صفر بدیم به تابع F به همون منفی یک میده، منفی یک رو بدیم به تابع F به همون منفی دو میده. پس صفر دادی منفی دو داد، نه غلطه. گزینه دو رو بریم، گزینه دو، گزینه دو، گزینه دو گفته F O F O F صفر. خب صفر رو میدم به تابع F، منفی یک میده، منفی یک رو میدم به این منفی دو میده، منفی دو رو بدم به این منفی سه میده. ببین اگه یه F دیگه اینم که برابر نشد، اگه یه F دیگه بذاریم تنگش که بشه گزینه سه، خب تو منفی سه رو بدی به تابع F میشه ضابطه بالا، منفی سه به اضافه دو چند میده؟ منفی یک. تو به این تابع صفر دادی، تابع به چند داد؟ منفی یک داد. تابع F هم تابعی که بهش صفر بدیم به اون منفی یک میده. چرا؟ چون گفته کدام با تابع F برابر است. چون قرار این دو تابع با هم دیگه برابر باشن، یعنی به ازای یه ورودی یه خروجی بدن دیگه. منفی صفر رو حساب کردم، اومدم گفتم گزینه هم گزینه درسته که بهش صفر بدیم به اون منفی یک بده، که گزینه سه گزینه صحیح تسته، ولی ای کاش داده نمیشد. در صورت امیدوارم که استفاده کرده باشین. بچه ها تحلیل سوالات رشته ریاضی رو حتما نگاه بکنین. کسانی هم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودن با کد تخفیف امید 2211 میتونن 200,000 تومان روی 250 تومان، بالاخره 50 دقیقه تحلیل دیدی، 250,000 تومان تخفیف روی پکیج من و کلاس آنلاین هم بگیرم. خیلی مراقب خودتون باشین، دوستتون دارم، خدا نگهدارتون.